گوشی که توی آنباکسش گفتم یه قوله، بریم ببینیم قول هست یا نه. وان پلاس ایس 2 پرو، بریم واسه بررسیش. سلام به موبکس دوست داشتنی، من مهدی شجری هم. خیلی خوش اومدید به ویدیو بررسی دیگه. یه گوشی 45 میلیون تومانی، دقیق بگم 51 میلیون تومانی، امروز که دارم این ویدیو رو رکورد میکنم 14 آذر 1402. بریم ببینیم که آیا ارزش خرید داره انقدر پولشو بدیم یا نه. رم 24 گیگابایتی، اسنپ دراگون 8 نسل 2، دوربین 50 مگاپیکسلی، باتری 5000، شارژر 155 واتی 155 از کجا آوردم، همون 150 واتی، آیا ارزش داره یا چی؟ بخش اول بخش لایک، یه لایک بندازید پای ویدیو. بریم سراغ طراحی، جایی که یه طراحی خسته کننده از وان پلاس میبینیم. بیشتر از 4-5 تا مدل از گوشی‌های وان پلاس همین مدل طراحی رو دارن و عوضش هم نمیکنه. از فریم دوری یه دونه اینجوری اومده کشیده شده به قاب پشتی و شده پکیج دوربینا. این پشت گوریلا گلس 5 براق توی این رنگش و جای اثر انگشت فوق العاده روش زیاد میمونه. 4 تا لنز که نه، 3 تا لنز و یه فلش توی فاز دایره‌ای شکلی اون بالا سمت چپ دیده میشن که همونطور که گفتم امتداد فریم دوری گوشی ان. لوگو وان پلاس هم دیده میشه. دور تا دور گوشی پلاستیکه، حتی شوخیش هم قشنگ نیست. عجیبه، چجوری میتونه پلاستیک باشه؟ کاری نداریم. زیر گوشی درگاه تایپ سی، میکروفون، اسپیکر و خشاب سیم کارت. لبه سمت راستش دکمه پاور رو کم و زیاد کردن صدا. بالای گوشی یه میکروفون و آی آر بلاستر یا همون مادون قرمز. لبه سمت چپ گوشی هم دکمه ایه که میتونید بین ویبره، سایلنت و رینگ جابجا بشید. همون دکمه ای که توی گوشی های آیفون سالیان سال بوده و الان داره کم کم حذف میشه. پنل جلویی نمایشگر کرو تو خودش جا داده. نمایشگریه که از بغلا واقعا انگار حاشیه نداره، ولی بالا و پایینش حاشیه داره. مخصوصا پایینش یه مقدار حاشیه‌اش زیاد روی شده. دوربین سلفی توی پانچول اون بالا خیلی ریز دیده میشه. گواهی آیپی این گوشی نداره، یعنی جایی ثبت نشده که گواهی آیپی داشته باشه. طراحیش همونطور که گفتم طراحی تکراریه، ولی واقعا با کیفیت و خوش ساخت و خوش دسته، یعنی چیزی نیستش که اذیتتون بکنه. از بخش طراحی میگذریم میریم سراغ صفحه نمایش، جایی که یه نمایشگر امولد میبینیم که 6.7 اینچ اندازشه. 120 هرتزی HDR 10 پلاس رو هم پشتیبانی میکنه. نمایشگر با کیفیت. چند تا نکته توش داره. اول اینکه روشناییش روشنایی مطلوبیه، ماکسیمومش تا 1500-600 نیت میره. ما کاری به عدد نیت نداریم، ولی تو روشنایی یعنی زیر نور مستقیم آفتاب کارو براتون به خوبی در میاره. غلظت رنگ ها تو نمایشگر فوق العاده خوبه، عمق رنگ مشکی زیاده، رزولوشن جوابه و روش گوریلا گلس نیست، یه آساهی گلس روشه. اونایی که اهل دلن میدونن که آساهی گلس اصلا یه چیز دیگه بود، شاید شیشه های اون آساهی ها حالا اومده از اینا داره محافظت میکنه. کاری نداریم، ولی نمایشگر یه تیک خوب و بزرگ میگیره. بخش بعدی بخش باتری، جایی که باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت میبینیم عملکرد خوب داره، نه خیلی خوب. تو استفاده های معمولی میتونه یه روزو بهتون شارژ بده، ولی کسی که یه گوشی با اسنپ دراگون 8 نسل 2 و 24 گیگابایت رم میگیره، آیا میخواد با گوشی استفاده معمولی بکنه؟ خیر. اگر استفادهتون زیاد باشه 7 8 ساعت بهتون اسکرین تایم میده، احتمالاً دم غروب اگر صبح خواب بیدار بشید، یعنی بعد از مثلا 5-6 ساعت گوشی کار کردن شارژش میرسه به حدودا 15-20% که باید شارژ بکنید. اما نکته اینجاست، توی باکسش یه دونه آداپتور 150 واتی هست که فول شارژ شدنش زیر 20 دقیقه کارو در میاره. خنده داره این صورت اصلا. تموم، تو 5 دقیقه 50% شارژ میشه. تو 5 دقیقه تمام دیگه، تو 5 دقیقه میزنی میخوای بازی بکنی شارژ مشکل داری، کارو برات در میاره. فقط با آداپتور همیشه باهات همراه باشه. تو بخش باتری تیک خوب به خاطر آداپتور 150 واتیش میگیره. بخش بعدی امنیت، جایی که اسکر اثر انگشت زیر نمایشگره و جاش فوق العاده است. یعنی مشکلی که تو خیلی از گوشی ها وجود داره که اسکر اثر انگشت پایینه، تو این گوشی اصلا وجود نداره و جاش فوق العاده خوبه. خیلی سریع و روونم بازیش شکل میگیره. یه بخشی رو میخوام به بررسی گوشی ها اضافه بکنم تو همین بخش امنیت، یعنی بین بخش امنیت و دوربین، اونم بخش ویبره است. موتور ویبره گوشی ها رو میخوام بهش بپردازم از این به بعد. توی این گوشی موتور ویبره کره بادوم زمینی، انقدر همه چی نرم و خوبه، انقدر یه ویبره جالب داره. همین گوشی رو که باز میکنی یه تک میکنه، اصلا کارهایی که میخوای با این گوشی بکنی یه ویبره میزنه. اصلا موتور ویبرهش فوق العاده است و
یه حس خیلی خوب رو میتونه بهتون منتقل بکنه. از این به بعد راجع به موتور ویبره گوشی ها صحبت خواهیم کرد. بخش بعدی بخش دوربینه، جایی که میتونه پاشناشیل باشه ولی خیلی هم نگران کننده نیست. سنسور لنز اصلی 50 مگاپیکسل، عکسایی که ثبت میکنه واقعا خوبه، به اندازه پولی که بابتش میدید کارو براتون در میاره، اما فقط توی بخش اصلی. شارپنس خوب، دیتیل فوق العاده خوب، داینامیک رنج قابل قبول، روشنایی خوب و میتونید عکسای فوق العاده خوبی باهاش ثبت بکنید. بای دیفالت هم که 12 مگاپیکسلی ثبت میشه، اما نکته ای که وجود داره اینه توی عکسای پورتره تقریبا 50-60 درصد میتونه کارو در بیاره، یعنی از هر 10 تا عکسی که میگیرید حدود 5-6 تا عکس بدون نقصن کاملا. توی حالت نایت مود کارو براتون معمولی در میاره، یعنی میتونه یه عکسی رو ثبت بکنه که یه مقداری از دیتیل شادوها و جاهای تاریکو بهتون نشون بده، ولی بعضا پیش میاد که اگر نور خیلی مناسب نباشه نویزی میشه تصاویر. بخش بعدی دوربین اولترا واید، سنسور لنز اولترا واید 8 مگاپیکسل و عکساش فاجعه است، یعنی در حد فاجعه است، یعنی از بغل فاجعه رد میشه اگر بخوایم بهش لطف بکنیم. عکسایی که میگیره واقعا جذاب نیست و نمیتونید خیلی روش حساب بکنید. کارو براتون در میاره اینکه صرفا یه عکس اولترا واید بگیرید اگر میخواید یه منظره ای و واید عکس بگیرید که بعدن دیتیل بیشتری از یه عکس و اندازش دستتون باشه، ولی اونجوری که باهاش بتونید عکسای ماورایی ثبت بکنید نه. اما بخش دارک دوربین این گوشی اینه که 3 تا سنسور داریم، چرا توش تلفوتو نیست؟ توی گوشی 50 میلیونی آیا باید سنسور ماکرو بذاریم؟ آیا اولترا وایده نمیتونست ماکرو ثبت بکنه؟ یعنی این گوشی، یعنی وان پلاس توی این گوشی اومده فقط یه دونه سنسور درست گذاشته، اون دوتا سنسور دیگر رو زده، عوضش 4-5 گیگابایت رم بیشتر کرده. توی پکیج دوربینش نمره خیلی خوبی نمیگیره، طبیعی هم هست، این گوشی اصلا برای دوربینش نیست. بخش فیلم برداریش هم همینجور، توی دوربین اصلی ویدیوهایی که ثبت میشه 4K 60 فریم بر ثانیه کارو براتون به خوبی در میاره و نمیتونم بگم به خوبی، کارو براتون در میاره، ولی خب میگم روش خیلی نباید حساب بکنید. اگر اولویتتون از خرید گوشی دوربینشه، گوشی‌های بهتری هستن توی این بازه قیمتی که میتونن خیلی انتخابای خوبی باشن، این گوشی رو سمتش نیاین، اولویتتون بره توی بخش بعدی. اما یه سلفی هم گریز بزنم، سنسور سلفی 16 مگاپیکسله، یه عکس سلفی تو استودیو ثبت بکنیم، 3-2-1 توی یه همچین نور مناسبی عکس سلفی بگیرید، دیتیل خوب، داینامیک رنج خوب، همه چیز عالی، ولی وقتی یه مقدار شرایط نوری مناسب نباشد احتمال داره که یه ذره اذیتتون کنه، ولی سلفیشو میتونید روش حساب بکنید، عکسای سلفی خوبی میتونه ثبت بکنه و نسبتاً قاب وایدی هم داره تو سلفی که کار در بیاره. بخش بعدی بخش حساس و جذاب و برگ برنده و قدرت و بالا و پایین و عدد و رقم این گوشیه، پردازنده اسنپ دراگون 8 نسل 2، تقریبا میشه گفت الان که دارم بررسیش میکنم بهترین پردازنده بازاره. چرا؟ چون اسنپ دراگون 8 نسل 3 هنوز نیومده، احتمالاً از 2-3 ماه دیگه این پردازنده دیگه بهترین نیست، البته که نسل 3 اومده ولی خب خیلی فراگیر نشده. اما 24 گیگابایت رم، من مکبوکم 8 گیگرم داره، سیستم هم 16 گیگرم داره، دیگه رندر میخوایم بگیریم بچه ها ادیتور هم دارن 32 گیگرم داره، این 24 گیگرم داره به چه درد میخوره؟ این بازی با عدد و رقمه، این بازی با عدد و رقمه. یه گوشی با 16 گیگرم کار 24 گیگرم رو میکنه، یه گوشی حتی با 12 گیگرم هم میتونه کار 24 گیگرم رو بکنه، چه خبره؟ این دیگه بازی با عدد و رقمه. ولی 24 گیگرم دارید، یعنی میتونید کارهای مولتی تاسکینگ رو به خوبی انجام بدید. آیا اینطوره؟ خیر. چرا؟ چون اندروید توی تقسیم منابع یه باگی داره، مشکل داره و این 24 گیگرمه رو تو با چشت نمیتونی بفهمی که چقدر تفاوت عجیب و غریب و خوب و خفنی. 16-12 هم همینه، یعنی یه چیزی نیستش که مشهود باشه بگی او عجب چیز اعجاب انگیزی. اینم از این، بریم سراغ عملکرد پردازنده صحبت کنیم. توی محیط کاربری اون 24 گیگرمه کارتون رو در میاره، محیط فوق العاده روونه، فوق العاده بی لگ و بایه و شیرین براتون کار میکنه. حتی توی دوربینش هم وقت بذارید 20 دقیقه نیم ساعت تو دوربین باشید، هیچ اتفاقی برای این پردازنده و گوشی نمیفته، همه چیز روون اجرا میشه. اما وقتی حرف بازی میشه یه سری اتفاق میفته. اولا اینکه خود گوشی توی عملکردش
عملکرد معمولی داره، مثل پردازنده های 8 نسل 2ی که روی بقیه گوشی ها مثل شیائومی 13 هم هستن. عملکردش کاملا معمولی، یعنی اون 24 گیگرمه نتونسته یه باری رو از دوش پردازنده برداره. تازه اگر بخواید ماکسیموم پردازنده رو بکشید باید یه فریم بوستر داره اونو فعال بکنید. فریم بوستر که فعال بشه چه اتفاقی میفته؟ بازی روونتر، انگار کیفیت بهتری رو براتون اجرا میکنه، ولی افت کیفیتش سریعتر اتفاق میفته. بعد از 40-45 دقیقه میفهمید که گوشی داره داغ میکنه و یه مقدار بیش از حد که داغ کنه خودش اون فریم بوستره رو خاموش میکنه. یعنی چی شد؟ یعنی شما یه پردازنده و یه رم عجیب غریب دارید که خیلی تفاوتی با بقیه گوشی ها نداره. پس برگ برنده چی شد؟ قوله کجاست؟ قولی در کار نیست. ولی نگران نباشید، کارو براتون در میاره، کارو براتون در میاره، ولی قولی در کار نیست، چون هستن قولهای دیگه هم. اما بریم سراغ یه چیز دیگه. این گوشی نیست در جهانه به خاطر 24 گیگرم و 1 ترابایت حافظه. 1 ترابایت حافظه رو تو میشنوی میگی ای والله همه آرشیوامو میارم قشنگ اون تو پر میکنم بخوام انتقالش بدم راحتم، ولی نه، این USB 2ه که این زیره و توی انتقال دادن احتمالاً سرعتش پیرتون بکنه. 1 ترابایت رو شایدم بگیری بگی آقا اصلا جدا، یعنی جابجا نمیکنه. اگر جابجا نخوای بکنی اوکیه، ولی این USB 2ه و یه ذره سرعتش پایینه. در مجموع ولی پردازنده قویه، اونجوری نترسید ازش، ولی غول نیست. اون 24 عدد و رقمه، بازیه با عدده. بریم سراغ رابط کاربری، جایی که حیف از عشق من که اینجا نیست. وان پلاس مگه نباید با اکسیژن او اس باشه؟ اون بی بی کی، شرکت مادر وان پلاس و اوپو و نمیدونم ویوو و اینا، برداشته رو این رابط کاربری ویوو رو گذاشته. کالر او اس، کالر او اس 13.1 روی اندروید 13 رابط کاربری خیلی شبیه اکسیژن او اس، ولی من اکسیژن او اس دوست دارم. نه جدی، رابط کاربری فوق‌العاده روون، قابلیت‌های شخصی سازی اعجاب‌انگیز زیاد و سبک و خوب. یعنی کالر او اس در حقیقت یه جوری مثلا بچه همون اکسیژن او اسیه که قبلا هم دیدیمش. رابط کاربری با امکانات شخصی سازی خیلی زیاد و خوب و جذاب، فوق‌العاده، که یه پردازنده قوی هم بوستش میکنه و کارو براتون در میاره. بخش آخر، بخش عملکرد اسپیکر و پخش موزیک همیشگی. بریم ببینیم که توی اسپیکر چی کار کرده این گوشی بچه قول ما. برو بریم پلی بده بهمون، پلی بده بهمون. این نصف صدا، صدا استریو، های صدا. بلندیش خوبه، کیفیتش معمولی، تعریفی خفن نیست. تقریبا راجع به همه چیز صحبت کردیم. میرسیم به جنبندی. طبق معمول اگه خواستید گوشی‌های خاص بخرید یه سر به سایت و پیج نیکتیجی بزنید. این هم یکی از گوشی‌های خاص نیست در جهان واقعا. ایس 2 پروی که 1 ترابایت حافظه و 24 گیگابایت رم داشته باشه دست هر کسی نمیرسه. بریم سراغ جنبندی. توی بخش طراحی نه تیک میگیره نه ضبط‌در، یه خط میگیره. توی بخش صفحه نمایش یه تیک میگیره، صفحه نمایش کارو براتون در میاره، فقط ایرادش اینه که کروه و این میتونه یه ذره ترسناک باشه. گلس چسبوندن هم روش سخته، ترسناکی به خاطر هزینه‌های جابجایی و تعمیر گلس کرو میگم. توی بخش باتری یه تیک بزرگ خوب میگیره، واقعا عملکرد شارژدهیش خوبه و اون با آداپتور هم بوستش میکنه و کارو در میاره. توی بخش دوربین یه ضبط‌در ریز میگیره، دوربین اصلیش جوابه ولی ضبط‌در میگیره. توی بخش سخت افزار یه تیک میگیره، ولی نه تیک بزرگی 1 ترا 24 فیلم بیسار قول و این حرفا، ولی واقعا پردازنده خوبیه و محیط کاربری خیلی روون و خوبه. بازیار هم خیلی خوب میتونه اجرا بکنه. اگر دیگه بخواید بوستش بکنید بازی رو 120 فریم ببینید، اون دیگه حالا مثلا یه ذره افت کیفیت توی مثلا 40 دقیقه 50 دقیقه یه ساعت بازی باش مواجه میشید که یه بخش زیادیش طبیعیه. توی بخش اسپیکر هم خونسا، یه خط میگیره. به نظرتون 5 میلیون ازش خرید داره؟ اگه به من باشه میگم نه. چرا؟ چون گوشی عجیبیه،
میدونی؟ چون یکی از چالش‌های این گوشی‌ها اینه که خدمات پس از فروش و قطعات و قاب و فلان و اینا براش کم پیدا میشه و اونجوری هم نیستش که بگی واو عجب چیزی داره بهم میده که تو چیز دیگه‌ای نیست، حالا میرم میخرم. ارزش خریدش خیلی خیلی بالا نیست، پایینم نیست. باید عاشقش بشی که بخریش، دوستش داشته باشی حسی، وگرنه پیشنهادش نمیدم. تا نکته دیگه ای نیست. نظرتون رو راجبش بنویسید توی کامنت ها. خیلی ها موقعی که ویدیو آنباکسش رو گذاشتم و نوشتم غول، گفتن که این کجاش غوله، داری طرفداری میکنی، سامسونگ فلان داره، شیائومی اینو داره، هیچ موقع به اپل نمیرسه. برادر آنباکس کردم گفتم غول، الان منتظر ویدیو بررسیش باش، باش کار کنم، بررسیش کنم، جوانمش رو بسنجم. اگر غول نباشه میام میگم غول نیست. خیلی همت کنه بچه غوله. دمتون گرم که تا این آخر با من اومدین. لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب یادتون نره. اگر تا این آخر با من اومدین بنویسید نوه غول توی کامنت ها، چون بچه غول رو احتمالا همه می نویسن، عقبتر هم گفتم، ولی اونی که تا آخر اومده بنویسه نوه غول. کجا آوردم نمیدونم. مرسی از همراهی تو.